سلام، به دوره جامع سخنرانی و فن بیان خوش اومدید. این دوره خیلی خیلی خاص و خیلی غیر حضوری برای شما طراحی شده. اکثر دوره های سخنرانی رو که نگاه میکنم، یا یه نفر رو به دوربین وایستاده و صحبت میکنه، یا یه دوربین رو گذاشتن گوشه یک سالن و کلاس و اتاقی و فقط دارن فیلم یک کلاس رو میبینن و واقعا تعامل با شرکت کننده ها خیلی خیلی کم هستش. شرکت کننده هایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن و این دوره غیر حضوری آماده شده، اما این دوره کاملا برعکسه. توجه ما به شدت برای شماست و این دوره غیر حضوری طراحی شده. عزیزانی که در این دوره حضور دارن هم کمک میکنن که شما بهتر تمرینات خودتون رو انجام بدین و بتونید خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر در این مسیر پیش برید. و واقعا خوشحالم که در دوره جامع سخنرانی و فن بیان در خدمت شما هستم. وقتی که سخنرانیتون رو نگاه میکنی، جلسات اول بعد جلسات آخر رو وقتی میایین مقایسه میکنید، کاملا ما این صحنه رو میبینیم و خیلی هم میگن آقا پخش نکن فیلم و حالات دوستان حضوری. و اینجا دوستان غیر حضوری باید حتما حواستون باشه و از خودتون فیلم بگیرید و لطفا این فیلم ها رو حتی اگه بدتون میاد نگه دارید. دلیل داره، به خاطر اینکه یه روز قرار اون رو پخش کنید و به دیگران نشون بدید، بگید من انقدر ضعیف بودم و الان اینطور هستم. اتفاقی که در ادامه میبینید برای خود منم افتاده. من فیلم های اولی خودم رو دارم، نشون میدم و خیلی هم خوشحالم از این بابت. پس حتما این کار رو انجام بدین و این قولی هستش که ما به شما میدیم و قولی که از شما میخوایم این هست: بهترین خودتون باشید. تلاش خیلی زیادی انجام بدین، زیاد کار بکنید و زیاد تمرین بکنید تا یک مسیر عصبی خوب ساخته بشه. خب، سخنرانی و فن بیان برای خیلی ها یک هفتخانیه. مشکلات خیلی زیادی دارن، خیلی از صحبت کردن و سخنرانی میترسن، استرس میگیرن، نگرانن، نمیدونن چی کار بکنن، به هم میریزن یا خیلی وقتا از سخنرانی فرار میکنن. و اینجا هستش که ما باید حواسمون به این نکته باشه. این هفت خان یه سری خانهایی هستش که ما باید طی کنیم و هر کدوم یک جلسه از دوره جامع سخنرانی و فن بیان هست. جلسه صفرم به رسم همه جلسات ما این شکلیه. نگاه کنید شخص رو اینجا میبینید، احتمالاً داره میفته. یعنی اکثر آدم ها اصلا با سخنرانی بدجور درگیرن، حالشون بد میشه، چیزایی که میخواستن رو نمیگن یا میرن بالا رو سن جوگیر میشن، یه حرفایی میزنن بعدن پشیمون میشن، از اینجور داستانا. و ما میخوایم برسیم به اینجا که خیلی ریلکس و راحت به عنوان یه کار خیلی بدون استرس و راحت بتونیم سخنرانی کنیم و از نتایجش بهره ببریم. شما نگاه بکنید، تقریبا تمام انسانهایی که یک اثر بزرگی تو تاریخ داشتن یا کارشون با سخنرانی بوده یا بعد ازشون خواستن بیان سخنرانی کنن. یعنی بالاخره به سخنرانی شما ربط دارید. حالا چه تو کارهای کوچیک، توی شرکتی یک آبدارچی خیلی کار خوب انجام میده، بهش میگم بیا سخنرانی کن، بیا تو این جلسه تجربیات رو بگو. یه شرکتی بودم، خیلی جالب بود، آبدارچی اونجا کار جالبی میکرد، یه کارتی رو گردنش داشت، هر روز صبح میگفت امروز روز مهربانیه، وقتی چای میداد میگفت امروز روز مهربانیه، یه انرژی خوب. شرکت ازش خواست که بیاد سخنرانی کنه تو یک جلسه. پس شما تو پایین‌ترین سطوح تا بالاترین سطوح نیاز به صحبت کردن خواهید داشت و ما می‌خوایم این هفت خان رو طی کنیم که برسیم به اون سطح بالایی که مد نظرمونه. خب، جلسه اول راجع به یادگیرنده فوق حرفه‌ای بودن صحبت می‌کنیم که چطور محتوای خوبی رو خوب یاد بگیریم و چطور یادگیرنده درستی باشیم. خیلی از ما یه دوره رو می‌خریم، اصلاً نگاش نمی‌کنیم. بعضیا میان دوره رو می‌خرن، نگاش می‌کنن ولی پیاده سازی نمی‌کنن و معدود افرادی هستن که یک آموزش رو درست پیاده سازی می‌کنن. و ما می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. جلسه اول راجع به اصول و مبانی و تکنیک های سخنرانی صحبت میکنیم. مثلا یه سری استانداردها هستش. من 12 تا تکنیک میگم که بهتون قول میدم اکثر سخنران ها اینجا دارن خرابکاری میکنن. تو یک یا چند تا از اینها یا بعضیا یه کلکسیون 12 تایی از این اشتباهات دارن که شما همون جلسه اول فقط این نکات رو رعایت بکنید، اصلا سطح سخنرانیتون به شدت ارتقا پیدا میکنه. جلسه دوم میریم سراغ مدیریت ترس از سخنرانی. خیلی‌ها میترسن که سخنرانی بکنن و خب نگرانن. میگیم راهکارهاش چیه، چطور باید اقدام بکنیم و چه مسیری رو طی بکنیم. جلسه سوم صداسازی و فن بیان رو داریم با آقای لقایی که کمکمون میکنن بتونیم صدای بهتر و حرفه‌ای‌تری داشته باشیم. جلسه چهارم نگارش و در حقیقت نگارش متن و نطق سخنرانی رو داریم که اصلا چطوری بنویسیم حرفامون، آیا باید از اول تا آخر بنویسیم، باید حفظ کنیم، چی کار بکنیم، راجع به این صحبت میشه.
جلسه پنجم آغاز و میانه صحبت. میدونی یکی از کلیدی ترین زمانها در سخنرانی شروع سخنرانیه که معمولا افراد اونجا بدترین خودشون هستن. چطوری صحبتمون رو شروع کنیم و چطور ادامه بدیم؟ و بعد از اون میریم سراغ مهارت زبان بدن و اتیکت سخنران. و در انتها بحث پایان و اقدام رو خواهیم داشت و اساتیدی که در خدمتتون هستن روند به این صورت تقریبا 60% دوره رو من در خدمتتون هستم. جلسه صدا سازی رو آقای لقایی، جلسه متن و نطق رو آقای صفدریان که یه خودم راجع به اسلاید سازی البته بهمون خواهند گفت، و در ادامه بحث میانه سخن و آغاز سخن رو آقای میثم مقدم همراهمون خواهند بود و مطالبی رو خواهند گفت. پس این هم مسیری هستش که ما می‌خوایم پیش بریم. حالا یه سوال دارم، لطفا بگید انرژیتون چقدره؟ همین الان که دارید این دوره رو میبینید سطح انرژی شما چقدر هست؟ کم یا زیاده؟ و برای اینکه انرژی بیشتری داشته باشید میخواین چی کار بکنید؟ سوالی که من همیشه میپرسم اینه، به انرژیتون یه نمره بدین از 0 تا 10، همین الان چه سطح انرژی دارید؟ تو ذهن خودتون یا روی کاغذ بنویسید، یه نمره مینویسید، حتما شما به خودتون این نمره رو میدید. و سوال من این هستش، آیا حاضری با یک آدمی که انرژیش 3 هست 2 هست دوست بشید، یا بیزینس کنید، یا زندگی کنید، یا سر یک کلاس حاضر باشید؟ مثلا یه آدم بیحال بیجون ضد حال رو مثلا بذارم بغل دستمون، آیا خوشحال میشیم؟ و ازتون خواهش میکنم همین الان به خاطر اینکه سطح انرژیتون رو یکم ببرید بالا یه اقدامی انجام بدین. اگه لازمه آب به صورتتون بزنید، حرکت کششی انجام بدین، تغذیه خاصی داشته باشید، رو صندلیتون درست بشید، به هر روشی یکم سطح انرژیتون رو ببرید بالاتر به جهت اینکه لازم داریم این انرژی رو برای اینکه یادگیرنده بهتری باشیم. خب اینم از مسیر ماست. پس سعی میکنیم تا میشه تا جایی که جا داره سطح انرژیمون رو ببریم بالا که یادگیرنده بهتری بشیم. همین الان دیدم دوستان یه خورده رو صندلی جابجا شدن، این یه گام خیلی خوب بود و هر کار دیگه ای که لازم هست. شعار ما تو این دوره و تو کل مجموعه بیشتر از یک نفر اینه، امروز کارهای انجام میدیم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن، تا فردا کارهای انجام بدیم که دیگران قادر نیستن انجام بدن. یعنی یه سری سختی ها رو الان تحمل میکنم که در آینده یه سری دستاوردهای خوب داشته باشم، یه سری دردسرها رو تحمل میکنم، میشینم فیلم این دوره رو نگاه میکنم که خب قطعا اینستاگرام جذابتره، قطعا ول چرخیدن تو اینترنت خوشایندتره، قطعا به کارهای عقب موندن برسم راحتتره، اما انتخاب میکنم که آموزش ببینم. اتفاق بسیار بسیار نادری هستش در سطح دنیا، نه فقط کشور ما که بویژه. ولی بعد وقتی که دارم سخنرانی میکنم بعد هم میگن چجوری اینقدر خوب سخنرانی میکنی، چطوری اینقدر مؤثری، اون وقت داستان خیلی فرق میکنه. ما تو این دوره کلی تمرین داریم. مهمترین کاری که شما باید انجام بدین تمرین ها هست. ما آموزش ها رو میدیم، بعد همینجا شما میایین تمرین میکنید، دوستان غیر حضوری دقیقاً شما همین تمرین رو تکرار میکنید و یک فضای خیلی جالبی براتون طراحی کردیم. فیلم این سالن رو دارید که بتونید با دوستان ارتباط چشمی داشته باشید و رو به صفحه نمایش تمرین سخنرانی انجام بدید. اون وقت خب خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر میتونید کار رو پیش ببرید. چند سال پیش توی دبی یه کلاسی رو شرکت کرده بودم و مدرس حرف خیلی جالبی به من زد. گفتش که این کلاس و من مثل یک دریا میمونم و دیگه دست توئه که دوست داری اینجا با یه کاسه سوراخ بیای آب برداری، با یه تشت بیای، سد بسازی، لوله کشی کنی، یا یه کاری بکنی که خلاصه حد اکثر این بهره رو ببری. و اکثر ما آدم‌ها واقعاً حرفه‌ای و درست و اصولی بلد نیستیم که این کارو انجام بدیم. و خیلی خوشحالم که جلسه صفر این دوره دقیقاً برای این هستش. خیلی از آدما میان آموزش‌های غیر حضوری رو تهیه می‌کنن، بستهای آموزشی می‌خرن، ولی اتفاق خاصی نمی‌افته. بعد میگن نه اثری نداشت. بعد میگیم کدومش اثری نداشت؟ میگه کلاً. میگیم یعنی چی کلاً؟ میگم خب کدوم سرفصل رو سعی کردی امتحان کنی و اثر نداشت؟ میگه نه دیگه کلاً سعی کردم چند مورد رو تست کنم. میگم خب کدوم؟ حتی یادش نمیاد. و کسی که یادش نمیاد سرفصل چی بوده میگه این آموزشه به درد نخورده. خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما تو سیستم آموزشی بزرگ شدیم که فقط باید حفظ میکردیم. تو مدرسه فقط بهمون گفتن حفظ کن و وقتی که حفظ میکردی نمره میگرفتی، نتیجه هم مشخصه دیگه، هیچ اتفاق خاصی رخ نمیده. بنابراین ما یادگیرنده های حرفه‌ای نیستیم، مهارت آموزی بلد نیستیم. در خوشبینانه ترین حالت بلدیم خوب حفظ کنیم و کسی بهمون یاد نداده. اگر دیپلم داشته باشیم 12 سال فقط بهمون یاد دادن حفظ کنیم و راجع به مهارت آموزی تقریبا هیچ کس هیچ چیزی بهمون یاد نداده و اکثر ما دقیقا آبکشیم.
یعنی نه تنها یه کاسه سوراخ نیستیم بلکه یه آبکشیم و بسیار کم میتونیم بهره ببریم از یک کلاس، یک آموزش، یک دوره.